ممنونم. حال شما چطور؟ پدر محترم خوبه؟ تشریف دارم. سلام جناب احمدی. سهیل جان با پدرت مشورت کردی؟ آقای احمد من با شرایط قانونی زیاد آشنا نیستم، فقط به عنوان یک کار دو طرف رو به هم معرفی میکنم. اگر جناب عالی صلاح دونستین انجامش بدین. سهیل باید سایت شرکت حسابداران چرتگر رو از نظر امنیت چک کنه. اگر تونست به سایت نفوذ کنه 1,000,000 تومان جایزه میگیره. بابا میدونی وایسا خودتو کنترل کن، هنوز که پیشنهاده بسرم وایسا ببینم زبین اصلا آدرسش کجاست. خب پس من میرم یه چیز بیارم بنویسی. دیدی؟ مانیتور اون کامپیوتر روشنه. شاید یادشون رفته خاموش کنم. باید گزارش بدیم. مرکز 11. مرکز بروشن. ما الان در موقعیت بانک ایران اروپا شعبه خیابون لاله است. اینطور که از بیرون دیده میشه مانیتور مربوط به کامپیوتر رئیس شعبه روشنه. بابا نمیشه تصمیم گیری با خودتونه. از آشنایی باهاتون خیلی خوشحال شدم. به امید دیدار. بزن ممنون آقای یوسفی. به امید دیدار. نگفتم آدم خوبیه. با اینا حق با مادرته. آدم هر کسی که تو کوچه خیابون ببینه که نمیتونه بهش اطمینان کنه پسرم. من از الان میرم سر وقت این سایته. اگه بتونم تا صبح به سیستمش نفوذ کنم فردا 1,000,000 تومان هم میگیرم. با میدونی چی میشه؟ اولاً تا من با مدیر سایت هماهنگ نکردم شما هیچ کاری نمیکنی. دوباره من از وقت خوابت گذشت. بابا عزیزم عجله نکن. وقتش که شد خودم کمکت میکنم. برو بخواب عزیزم برو. شب بخیر. شب بخیر بابا برو. خاموش شد. آره 11 بگوشم. مرکز 11 مورد مشکوک که دیگه ای دیده نشد. خیر مانیتور خود به خود خاموش شد. اگه مورد خاصی نیست میتونید موقعیت رو ترک کنید. مراتب جهت درج در سوابق و مدرسه بیشتر ثبت میشه. شما هم کتما گزارش بدید. تمام شنیدم. تمام
بیدارم. بیدارم. خیلی وقته که بیدارم. آدم وقتی کارهای مهم داره که نمیتونه زیاد بخوابه. میتونه؟ خیلی ممنون آقای مهرگز. خواهش میکنم. از آشنایی با شما بسیار خوشحال شدم. راستش فکر نمیکردم تو این فرصت کم بتونین این مبلغ رو به حسابم واریز کنید. شما مشتری بسیار خوبی هستید. نصیحت شما هنوز تو گوشمه. خوب پرداخت کن تا خوب خرید کنی. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. قربان شما. خواهش میکنم. آقای نیازی، این تصویر رو میتونی درست ترش کنی؟ بذارید بفرستم به کامپیوتر خودم. میدم روی نمایشگر ببینید. ممنون. حدسمون درست بود. فردینیا، اینم 800 هزار یورو دیگه. دیگه چیزی به بعدمون نمونده. فقط مونده حرکت آخر. و بعدش کیش و مات شدن شما تماشاییه. ساندریتا میشه همسر یه شهروند محترم و ثروتمند برزیلی که یه کارخونه عظیم قهوه داره و یه خونه سالمندان خیریه. برای که پدرانشون بتونن تا آخر عمرشون اونجا راحت زندگی کنن. دنیا جای آدمایی که هم میدونن هم میتونن.
خیلی خوب. حالا جمشید بره سراغ جام جهان نباش. با بررسی تصاویر معلوم شد که مجرم بیشترین رفت آمد و از این ایستگاه انجام میداده. لطفاً تشریف بیارید. خانم سایگون، ما تصاویر دو ایستگاه دیگه هم دیدیم. کامران جمشید کاظمی بیشترین تردد رو در این ایستگاه داشته. پس ممکنه ساکن منطقه‌ای در حوالی این ایستگاه مترو تهران باشه. خسته نباشید. آفرین. از این لحظه بعد اون منطقه رو زیر نظر بگیریم تا مجرم قبل از اینکه دست به جرم دیگه ای بزنه محل اختفاشو پیدا کنیم. بله چشم. عکسای مجرم تکثیر شده آماده است. ببینم. خوبه. اینا بین همه گشتیا پخش بشه. بله. حسام، همه لباس شخصی اسلحه کمری. فقط قرار جاشو پیدا کنیم. کسی پلیس مولیس بازی در نیاره. بله چشم. شناسایی بدون تیراندازی مفهومه؟ بله قربان. به همه بده. زمنان جانم سرگاد با سرنخهایی که از نیازی گرفتن پیگیر خانواده و کس و کار این بابا شدم. رد پدرش رو توی خانه سالمندان پیدا کردم. خب چیزی هم دستگیرت شد؟ متاسفانه نه. پدرش سالهاست که آلزایمر داره. بالاخره مراقبی کس و کاری؟ آره سوابقش رو از مسئولین آسایشگاه گرفتن. گفتن یه بابایی که نه هویت مشخصی ازش دارن نه آدرسی خرجشو میده. فقط هماهنگ کردم گفتم به محض که دوباره اومد سری ما رو در جریان بذارن. دستون درد نکنه بچه ها. کارتون عالیه. سلام قربان. خسته نباشید. سلام. تو هم همینطور چه خبر؟ تا حالا که هیچی قربان. هیچکی نتونسته چهرهشو شناسایی کنه. چطور ممکنه؟ یعنی هیچکی ندیدتش؟ نه. کسبه چی؟ به هر حال اون مال این محله. از هر کی میشد پرسیدیم. هیچکی نمیشناختش. خیلی خوب. بازم تأکید میکنم. اون نباید احساس بکنه که بهش نزدیک شدیم. بگنه شاید برای همیشه گمش کنیم. خیالتون راحت بشه قربان. همه این منطقه رو به صورت نامحسوس تحت کنترل داریم. خوبه. تو چیزی لازم نداری؟ نه قربان. با بچه در ارتباطی دیگه؟ بله دائم. خیلی خوب. خداحافظ. خداحافظ. سرگرد احمدی از آگاهی تهران. جلو نیا، جلو نیا، هر حرفی بزنید توی دادگاه علیهت استفاده بشه. جلو نیا بابا. الان یه دست و بالای نشونت میدم که حس کنی. عجب بگیر و ببندی. چه خبره؟ سلام بابا، دسته بالا. همش تقصیر توئه که تو خونه همش راجع به جرم و جنایت و اینترنت حرف میزنی. سلام عرض کردم. خیلی خدا. خسته نباشی. نمیخوای یه چیزی به این بگی؟ بسمارش بابا. خب پسر، بهتر خودتو کنترل کنی. بابا اصلا خطرناکه. من معمولا آگاهی ام. کارتم تو جیبمه. آخ، من واسه شکایت می‌دارم پیش اینکه میذارم. آخ، کاره. جلوم ها می‌کنه آره؟ بابا تو در میاد. تسلیم؟ تسلیم. بس دیگه، تمومش کنید. سوی جان، ما بیا سفره شما بچین. برو ببین مامان چی میگه. ای همونه. آره. عجب قیافه‌ای داره. اصلا بهش نمیاد. کی ماما؟ کی عجب قیافه‌ای داره؟ هیچکی. شما نمیخواد خودتونو وارد پرونده جدید کنی. بابا تو تازه منو دستگیر کردی. بعد بری استراحت کنی. خودتو بعد برای شام آماده کنی. شما بفرمایید خودتون آماده کنی برای شام.
شخص این اطراف، این نزدیکی ها ندیدین؟ براتون آشنا نیست؟ فکر نمی کنم، حالا ندیدنش. سلام قربان. سلام، کجا بودی؟ یه سر رفته بودم دایره، خیلی شلوغ بود. برای چی؟ یه نفر از 4 تا صراف بزرگ تهران کلاهبرداری کرده. یه چیزی حدود 800 هزار یورو، اونم تو یه روز. چطوری؟ ظاهرا طرف روز پنجشنبه میره پیش صرافا و سفارش یورو میده. بعد قرار میشه اول معادل یوروها رو به حسابشون پرداخت کنه. صبح روز شنبه که صرافا حسابشون چک میکنن میبینن پول تو حسابه. بعد یورو رو تحویل میدن. بعد از بانک باشون تماس میگیرن، میگن که سیستم مشکل پیدا کرده بود و هیچ پولی به حسابتون واریز نشده. نفوذ به سیستم بانکی؟ بله. متاسفانه ما که وقت نداریم، ولی خب قضیه هم مهمه. بله. میخوای تو فعلا دعوتش کن بیاد اینجا، یه بازجویی اولی ازش بکن تا ببینیم چی میشه. چشم. این ابرو خوبه؟ ابروش خوبه. خب بینی؟ بینیش هم هم صورتش یکم چاق‌تر بود. نه این بینی خوبه؟ بینیش خوبه. سیبیلش؟ سیبیل نداشت هستن. ماش بلند بود، صاف بود، لخت ریخته بود و پیش بودش. اینجوری؟ آره ماش اینجوری. یه دونه برگرد، یه دونه برگرد. خودشه، این شبیه خودشه. خب، چی بود قیافش؟ باشه، شما بفرمایید پیش جناب سرمان. خسته باشید. متشکرم. خب جناب مورکش، ما داستان رو میدونیم، فقط دوست داریم با جزئیات بیشتر از زبان خودتون بشنویم. مرد متین و موقری به نظر میومد. 400 هزار یورو اسکناس 100 یورویی میخواست. روز تحویل یورو اول به بانک رفتم، حسابم رو چک کردم، پول تو حسابم بود. بعدش که به بانک مراجعه کردم گفتن هیچ پولی به حسابت واریز نشده. اینم پرینتش، ملاحظه بفرمایید. جسما یه نگاهی به این میندازی؟ ببخشید. جناب مهرکش ببینید اینه؟ خودشه، خیلی شبیهشه. این که جمشید کاظمیه. خودش امیر صالحی معرفی کرده بود. Thank you.
احیار این تموم نشد؟ برایش نیمه این قرار نبود؟ بجوم بجوم تمومش کن، عملیات جلو افتاده، وقت نداره. شوخی میکنی؟ من شب تا صبح نخوابیدم. بابا وقت واسه خوابیدن زیاده، بعدا میخوابی. بجوم. سلام علیکم. صاحب خونه ما هم اومدیم. مشتری شماره 76 به واجه شماره 2. اصلا سردر نمیارم چون چنین چیزی تو سیستم بانکی اصلا سابقه نداره. به هر حال به نظر میاد یکی وارد سیستمتون شده. شما از شعبه مرکزی هم استعلام کردین؟ بله استعلام کردیم ولی این جوابش نیومده. شعبه به عنوان نگهبان کسی تو بانک میمونه؟ نیازی نیست چون الان شعبات ما مجهز به پیشرفته ترین سیستم امنیتیه. مرسی. عجیبه، از حراست مرکزی بانکه. پلیس گزارش کرده جمعه شب مانیتور رئیس شعبه روشن بوده و بعد از چند دقیقه خاموش شده. مگه شما موقع ترک محل کارتون سیستم خاموش نمی کنی؟ آخر وقت هر روز سیستم شاددان میشه تا فردا صبح. چه خبر؟ بازجویی اولی از کارکنان انجام شد. قربان، کلیه محاسبات و گردش مالی بانک طی سه روز اداری گذشته استخراج شد ولی فکر میکنم که احتیاج به یک کارشناسی دقیق داشته باشه. بسیار خوب. آقای ملکی. بله. ما ناگزیریم کامپیوتر شما رو با خودمون منتقل کنیم به اداره. شما هم انجام لازم انجام بدید. بله. فعلا با اجازهتون. خواهش می‌کنم. قربان شما. خدا حافظ. خدا نگهدار. مرکز 17. مرکز 17. سلام، خسته نمیشه. باشه، متشکرم. دارم چه جانم سوا، موقع انتقال کسی این دوتا قطعه رو پیدا کردم که رئیس شعبه هم وجودش بی اطلاع بود. بیرسی یه رله کننده است مثل کنترل از راه دور، احتمالا موقع هک بانک همون اولی مستقر بوده و با این کامپیوتر روشن خاموش میکردم. خیلی خوب نیازی. جناب سرگود تأکید کرد این مورد باید به سرعت بررسی بشه. باشه، دنبال چی باشم؟ چه میدونم، دنبال هر چیزی که به درد ردگیری بخوره. اول یه نگاهی به این و این یو اس بی میندازم، بعدم سعی میکنم آی پی کامپیوتری که به این سیستم وصل بوده رو پیدا کنم. خیلی خوب، پس شروع کن. شما مرخصی. باریز جام سلام. خسته نباشید. قربان دارم از بانک میام. مشکل اساسی تازه پیدا شد. اون شب غیر از دستکاری حسابای بانکی حدود 800 هزار یورو از حساب ارزی بانک به یه بانکی توی سوئیس منتقل شده. این مرد کیه؟ 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 قربان ببخشید، یه لحظه میشه تشریف بیارید اینجا؟ چیه؟ تو این فلاش یه برنامه هکی که احتمالاً خودش باید نوشته باشه. این هم یه قطعه ساده برای رل است. آی پی اون کامپیوترم پیدا کردم. راحت‌تر از اونی بود که فکر می‌کردم. با مخابرات هماهنگ کن، این خط ردگیری ازشون بگیر. آنلاین باش، به محض اینکه اومد رو نت آی اس پی سرورش رو هم پیدا کن. زود باش. پیداش کردم قربان، اینا آشورته. زود باش پسر، ببین کدوم منطقه. زود باش. هی آیچو پیدا کردم الان شمارش هم اینا هاش. قربان اینم شماره تلفنش. ببین آدرس تلفن رو پیدا میکنی؟ بده من. معطل نکنی، راه بیفت. اتفاقی افتاده قربان؟ این جناب سرگرد، این که شماره تلفن خونه ماست.
واقعا نمیدونم چی بگم. اصلا باورم نمیشه. چطور چنین چیزی ممکنه؟ فعلا حرفی برای گفتن ندارم قربان. تو جای من باشی چیکار میکنی؟ توی تو مواقع من با تو مشورت میکردم. بهم فرصت بدین تا موضوع رو بررسی کنم. اول باید از این بحران خارج بشیم تا بتونیم تحلیل درستی از اوضاع داشته باشیم. به زودی سر کله مسئولین بانک پیدا میشه. اونا میخوان بدونن کی 800 هزار یورو رو از بانکشون به سوئیس منتقل کرده. اونا هم پولشون رو از دست دادن، هم اعتبارشون به خطر افتاده. جناب سمیم، فقط 4 ساعت. اگه تا 4 ساعت دیگه نتونستم از خودم رفع اتهام کنم، خودم شخصا مسئولیتش رو میپذیرم. بسیار خوب. قربان، شاید یه وقتی که شما روی اینترنت بودین از کامپیوتر شما به عنوان پل ارتباطی استفاده کرده و بانک رو هک کرده. نمیدونم چی بگم. همه نرم افزارهای امنیتی لازم رو سیستم خونه نصبه. موضوع خیلی پیچیده است. اون شبی که بانک هک شد شما به اینترنت کانکت بودین؟ جمعه شب من و سهیل یه چت ساده داشتیم با این آقای حسابدار. چیزی شده قربان؟ لعنتی، اون منم فریب داده. جمشید کاظمی منتظر شده که من با تلفن به اینترنت وصل بشم، بعد همزمان با آی پی کامپیوتر من بانکو هک کرده تا همه مدارک بر علیه من باشه. لعنتی! قربان، خودتون خوب میدونین کسی تو اداره به شما مزدون نیست. بله، همون تو حرفه و کار ما این اسناد و مدارکی که حرف میزنه. وای سهیل، خب راست میگه، خونه که جای سگ و گربه نیست. هست؟ هست. خودم دیدم. خودم تو تلویزیون دیدم. چی دیدی؟ یه دختری مثل من رو شکمش گربه خواب بوده. ببین، خب اون فیلمی که تو دیدی خارجیه. اینجا هم ایرانه. ما مسلمونیم. توی خونه که آدم نماز میخونه نباید سگ و گربه باشه. میفهمی؟ نه. من نمیدونم دیگه چی کار کنم. میذاری درسم بخونه؟ مامان جان، چرا نمیذاری داداشت درس بخونه؟ فردا امتحان داره. بیا بریم ببینیم. سوهی، این دستی تو چی کار میکنه؟ تو باید به همه چی کار داشته باشی؟ مامان، این عکس رو بابا از کجا آورده؟ از کجا باید آورده باشه؟ این همون ذلیل مرده یکی به بابا تیر زد دیگه. درس تو بخون. بریم بریم. سهیل کجاست؟ تو اتاقشه. بهروز، قول بده آروم باشی. اون بچه گناهی نداره. نگران نباش. داری گریه میکنی؟ ببخشید بابا، من نمیدونستم اون منو باش که فکر میکردم وقتی نیستم پسرم مثل شیر وایساده و هوای خواهر و مادرشو داره. نمیدونستم اینقدر زود گریه میکنی. گریه فایده ای نداره پسرم.
من فرصت زیادی ندارم. اگه میخوای کمکم کنی باید دقیقا برام تعریف کنی ببینم چی شد. چشم بابا. خب اول بهم بگو ببینم هیچ وقت این شهرام یوسفی سی دی نرم افزاری دادی که بذاری تو کامپیوتر؟ فلش مموریشو داد تا براش برنامه ریکاوری رو کپی کنم. یعنی اون به توی فلش مموری داد که وصل کردی به کامپیوتر خونه، درسته؟ بله، هم به کامپیوتر خونه هم به لپتاپ شما. سهیل آخه من صد بار به تو نگفتم که تو لپتاپم پر از اطلاعات محرمانه آگاهیه؟ نگفتم؟ چه نرم افزاری از کامپیوتر من برداشتی؟ فقط ورژن جدید برنامه ریکاوری. اون مردی که خودشو حسابدار محترم و زحمتکش که چیزی هم از کامپیوتر نمیدونه به تو جا زده؟ یه قاتل خطرناک و یه نابغه کامپیوتر آقا سهیل. من نمیدونستم بابا، به جون خودت نمیدونستم. منم مقصرم که این آشنایی خیابونی جدی نگرفتم. سهیل اگر بابت هر چیزی تو رو ببخشم بابت اینکه بدون اجازه رفتی سر لپتاپم. تلفنی ازش دادی؟ گریه نکن پسرم، گریه نکن. کامران تموم شد، همه دینامیت‌ها رو کار گذاشتم. سیم کشیش رو چی کار کردی؟ سر اتصالات رو در آوردم، کشتم همون چی که می‌خواستی. خیلی خب، برنامه ریزیش به خودم. 24 ساعت بعد از عملیات اینجا با خاک یکسان میشه. اگه درست عمل کنیم به اینجا دیگه نیازی نداریم. بچه‌ها اسلحه رو منتقل کنین تو ماشین. من این ماشین رو بذار بیرون. دقیقه دیگه همه برنامه رو دوباره با هم مرور میکنیم. باهوش‌تر از اونه که بشه از این تلفنش پیداش کرد. کمتر از 2 ساعت از وقتم مونده. بانک سوئیس چی شد؟ جواب داد؟ قربان، به هیچ وجه همکاری نمیکنن. تحت هیچ شرایطی اسم صاحب حسابو نمیگن. بله. مهمترین دلیل شهرت بانک سوئیس همینه. البته الان میتونم حدس بزنم حساب به نام کیه. خب الان باید چیکار کنم قربان؟ یه گزارش تهیه کنین. اتفاقاتی برای کامپیوتر من افتاده توش ذکر کنین. به جامعه نگه، زود باشین. وقت نداریم. طبق برآوردی که شده، سکه های تاریخی و باستانی موجود در این موزه پول یه چیزی حدود 85 میلیون دلار می‌ارزه. اما از این مقدار فقط یه چیزی حدود 10% رو به نمایش میذاره. این برآورد کی کرده؟ قرار شد فقط من فکر کنم. همگی کمک کنیم تا اون اجرا بشه. این وسط کار من چیه؟ تو استارت عملیات با تو. رأس ساعت 3 صبح یه انفجار بزرگ و مهیب را میندازی تا توجه پلیس و مردم رو به خودش جلب کنه. ما هم بدون مزاحمت پلیس کارمون انجام بدیم. منم سیستم کاری خودمو دارم. تو خودت بدونی من معروفم به کسی که انفجارهای کم صدا و بی صدا میزنه. را دستم نیست انفجارهای پر سر و صدا. خب این که یه امتیازه. اینطوری هیچ کس شک نمیکنه که اون انفجار کار توئه. ما میتونیم با خیال راحت کارمون انجام بدیم. ببین، نه من کسی رو میکشم، نه جایی رو تخریب میکنم. این فقط به خودت مربوطه. من فقط یه صدای بزرگ و ترسناک میخوام که توجه پلیس رو جلب کنه. همین شد. جاشو بهم بگو، باقیش با خودم. یه بمب صوتی میذارم که تخریبم نداشته باشه. موزه پول تقریبا اینجاست. تو باید اینجاهای انفجار را بندازی باشه. به این فاصله من داوود خودم رو بسید. بس صدای انفجار رو سلام. سلام، چه خبر؟
این گزارش نحوه دستیابی سارق به اطلاعات شخصی و آی پی لپتاپ منه. در مورد پرونده بانک من مجرم نیستم. اما در مراقبت از اطلاعات مربوط به لپتاپ هم من مقصرم. شرمندم. یعنی چی؟ استعفا؟ نمیدونم اسمش چیه. فقط با شرطی که پیش اومده من خودم رو لایق خدمت در نیرو نمیدونم. الان وقت این بازی ها نیست بروز. این پرونده هنوزم مال خودته. تمومش کن. قربان از نظر قانون. من خودم قانون حفظم. من شخصا همه مسئولیتشو به عهده گرفتم. بگیر. ممنون. می‌بینم. از ایران خارج میشه. اما نه از راه قانونی. چون اون میدونه ما دنبالشیم. بعدی نقشه بعدیش چیه؟ من اگه این همه پول تو حسابم تو سوئیس داشتم تا آخر عمر کار نمیکردم. نه. به نظر من اون فقط قصدش پول نیست. منظورتون چیه؟ اون داره تواناییشو به رخ ما میکشه. این که هر کاری دلش میخواد میکنه و گیرم نمیفته. دکتر متین میگفت اون یه خودشیفته واقعیه. یعنی برای ارضای خودش هر لحظه تدارک یه کار تازه و عجیب و غریب می‌بینه. شک ندارم. نباید فراموش کنیم که اولین اقدام تبهکارانه اون اقدام برای نفوذ به شعبه مرکزی بانک ایران و اروپا بود. که بالاخره هم تونست یه پول کلون از اون بانک خارج کنه. بله. انقدر منتظر موند و برنامه‌ریزی کرد تا بالاخره کارش رو انجام داد. البته به همینجا ختم نمیشه. خصوصا با اون فرضیه‌ای که شما داشتین. یادم اون موقع میگفتین شاید انگیزش بی‌ثبات نشون دادن اقتصاد ایران تو جامعه بین‌المللیه. هنوزم میگم. اما یه چیزو نمیفهمم. اون با این کارش رو پای شما رو وسط. منم درست نمیدونم. یا یه خورده حسابی با من داره که من خبر ندارم. یا اینکه واقعا میخواد بازی کنه. با یه پلیس. شاید هم اینجوری داره حواس ما رو از اقدام بعدیش پرت میکنه. به هر حال با پیچیدگی‌هایی که از اون سراغ داریم هر احتمالی رو باید داد. پس به نظرتون الان داره برای یه کار جدید آماده میشه؟ باید اینجوری فکر کنیم. اون میخواد برگ برنده شروع کنه. از اون جونور هر چی بگی بعید نیست. نیازی یه بار دیگه میخوام اون لیستو ببینم. همه مکانایی که میتونه پروژه بعدیش باشه. بفرمایید قربان. بله. با بسیج همه نیروها به تمامی مرکز سر بزنید. همه فیلمای دوربینای مداربسته‌شون رو بررسی کنین. اون بیگدار به آب نمیزنه. باشه باشه همین الان. قربان همکار خونه مجرم فراری رو شناسایی کردن.